بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز تلویزیون ملی افغانستان. امیدوار هستم صحتمند و سرحال باشید و برنامه تندرستی خوش آمدید. خداوند متعال را سپاس این که یک بار دیگه فرصت داد تا ما در حضور خدمت شما عزیزان قرار بگیرم. این هفته هم مهماندار هستیم دکتر صاحب احمد زکی افغانیار پوپل، متخصص امراض جوف دهن با ما است. در رابطه با امراض جوف دهن، منگ دندان صحبت میکنیم که منگ دندان چگونه در دندان های ما وجود میآید، عللش چی است و چگونه تشخیص میشه. جناب دکتر صاحب سلام و خوش آمدید به برنامه تندرستی. به نام خداوند ابر و فلک، خدای رسولان، خدای ملک، خدایی که نامش خداوندگار دوست، سلام بر تو باد پیرو راه سلوک. سلام. در آغاز سلام و احترامات خود را تقدیم میکنم خدمت شما، خدمت تمام دستاندارکاران تلویزیون ملی و همه بیننده ها و شنونده های رادیو تلویزیون ملی. امیدوار هستم که هر جایی که هستند صحتمند، سالم و تندرست باشند. تشکر دکتر صاحب، خوشحال هستم که کنار ما هستی. در رابطه با منگ دندان صحبت میکنیم، در ابتدا اگر یک تعریف داشته باشین منگ دندان را چگونه تعریف میکنین؟ خب در آغاز که ما اگر بخوایم منگ دندان را تعریف بکنیم، به صورت عموم میتونیم گفته که منگ دندان مادر تمام امراضهای دندانی هست. منگ دندان از مواد عضوی و مواد غیر عضوی ماتریکس ها تشکیل شده که اینا میتونن به دندان و دهان ما و شما آسیب برسانه. به صورت عموم منگ دندان رو میتونیم بگوییم که عبارت از مواد مخرب و مضری هستند که از متریال با تشکیل شده، از مواد عضوی و مواد غیر عضوی. ما میتونیم گفتم مثل پروتوزواها، فنگسها و باکتریاها از جمله مواد متریال با هستند. مواد غیر عضوی از اون میتونیم بگوییم که مثل کلسیم ها میتونه باشه و مواد غیر عضوی از اون میتونه مثل پروتین ها، شحمیات و غیره باشه که اینا خود از یاد تشکیل دهنده منگ دندان هستند. در آغاز باید بگوییم که خود منگ دندان و بعضی امراض دیگه دندانی را باید ما فرق کرده بتانیم. ببینید در دهان و خصوصا بخش دندان ها سه نوع امراض دندانی عمده وجود داره. یکی هستند که تغییر رنگ ها هستند، یکی هستند که خود پلک ها هستند و دیگه از این خود از این منگ یا کلکولاس است. ما رنگ دندانی انمو به حساب نواحی سیاه رنگی گفته میشه که در نقاط سطوح مارجینال دیده میشه به شکل سیاه رنگ و بسیار صاف. و دیگه ای که پلک ها که هستن، پلک ها موادی هستند که در طی 24 ساعت از اثر نشستن دندان ها به وجود میآیند. هنگامی که شخص دهان خود را بشویه او پاک میشه. اما منگ های دندانی موادی هستند که بیشتر غیر عضوی هستند و به مانند سنگ هستند که از سطح دندان با آسانی جدا نمیشه الا ای که توسط وسایل مخصوص بخش دندان میتونیم اونا را از سطوح دندانی جدا بکنیم و او را تداوی بسازیم. دوباره به بحث شما استاد برمیگردیم. اگر بگویی که تقسیم بندی اگر کنی چند نوع منگ دندان وجود داره؟ در دندان ما دو نوع، به صورت عموم دو نوع منگ های دندانی داریم. یکی منگ های دندانی تاجی داریم که به نام فوق بیره یاد میشه، یکی منگ های دندانی داریم تحت بیره. میاییم در آغاز که بیان میکنیم که منگ های دندانی فوق بیره را میخواییم تشریح بدیم. دوستان عزیز اگر متوجه باشن ای با یکی تصویری از دندان های ما میتونه باشه. بله. این سطح فوق بیره است و این سطح تحت بیره است. تحت بیره است. منگ های فوق بیره ای یا تاجی به منگی گفته میشه که تنها سطوح بالایی دندان ها را چی میکنه؟ مصاب میسازه. اما منگ های تحت بیره ای که هستن، منگ های هستن که زیر مارجین های ما و شما یا اینمو بیره های ما و شما که به رنگ گلابی رنگ میباشن به زیر از یارم تحت تاثیر یا شعای خود قرار میده. و بعضی از منگ ها هستن که هم به صورت فوق بیره ای هستن و هم به صورت تحت بیره ای هستن. انال از لحاظ شکل هم ما گفتیم دو نوع منگ دندان است. یکی همون منگ دندانی هست که ما بیان کردیم که به حساب چی که است، جرم ها که است، همون از گفتیم به اثر نشستن دندان در طول 24 ساعت به وجود میاد که سطح دندان ها رو میتونه به شکل سفید رنگ یا بدون رنگ بپوشانه. به مجردی که فرد دندان های خود را او را بشویه، به مجردی که فرد دندان خود را بشویه او پاک میشه. بله. اما خود از این کلکولاس که هست او
پاک نمیشه به آسانی و فرد مجبور است که او را پیش متخصص امراض جوف دهان و دندان مراجعه بکند تا با دستگاه های خاصی که وجود داره او منگ ها را از سطوح دندانی جدا بسازه. بسیار تشکر دکتر صاحب. عزیزانی که همین اکنون بیننده ما هستین میتونین تماس بگیرین با شماره 02023-1074 تماس بگیرین، سوالاتان را مطرح بکنین، دکتر صاحب هم به شکل مستقیم و زنده پاسخگوی سوالات شما هستن. دکتر صاحب اگر بگوین علل و عوامل منگ دندان در چی بوده میتونه؟ بله، علل و عوامل منگ دندان که هست بسیار بسیار زیاد هستند. از جمله شایع‌ترین و به صورت عموم اگر بیان بکنیم، مراعات نکردن حفظ صحه دهان از جمله اولین و مهمترین مسئله است که در بخش منگ ایجاد منگ دندان میباشه. یکی دوم ای که اشخاصی که دارای امراض سیستمیک میباشه. امراض سیستمیک مثلا کدام امراض؟ امراض میتونه مثل خشکی دهان باشه، یعنی فرد دچار خشکی دهان میتونه باشه، او زمان میتونیم گفته که فرد میتونه به منگ دندان دچار شود دندانش. دیگه از جمله از یا میتونیم گفته که تنفس دهانی است. اشخاصی که بیشتر تنفس دهانی میکنن ای افراد بیشتر به منگ دندان دچار میشن، یا هم افرادی که بیشتر از دخانیات استفاده میکنن ای افراد میتونن دچار منگ دندان شوند دندانهایش. افرادی که دارای شکر باشن، دارای مریضی های مثل جاغور باشن، دارای مریضی های مثل فشار بلند باشن و یا امراض قلبی باشن، اینی اشخاص و افرادی هستند که بیشتر سر دچار میشن. در جنس مؤنث اگر بگیم در خانم ها بیشتر خانم های دچار میشن که حامله دار هستند. به این خانم ها بیشتر دچار منگ دندان شده میتونن. به صورت عموم انمی اشخاص افرادی هستند که تحت شعای مشکلات بیرایی از جمله منگ دندان میتونه باشه. میکروب ها چقدر نقش می داشته باشه؟ جناب دکتر صاحب بعض باکتری ها در جوف دهان ما هست که به طور فلورای نرمال هستن. بله. زمانی که ما غذا میخوریم و بعض پارچه های غذا در وسط دندان ها باقی میمانه به شکل یک پلک، اگر این باکتری ها میتونن نقش در منگ دندان داشته باشن؟ چرا نمیتونه؟ ببینین ما در منگ دندان ای است که یک عمده و علت عمده و اساسی مشکلاتی که ایجاد میکنن، ما قبلا یادآور شدیم که امراض سیستمی که میتونه خود منگ دندان ها پیدا بسازه. یک گرم باکتری که در منگ دندان ها هست، یعنی یک گرم خود منگ دندان ها 5 الی 10 میلیون باکتری در خودش موجود است. دوباره به بحث شما برمیگردیم. تماس داریم، هموطن ما نمیفهم از کجا تماس گرفته. از مکرویان رامین جان تماس گرفته. سلام رامین جان، وقتت بخیر. سلام علیکم، وقت شما بخیر، انشالله که جور صدمند باشین. علیک السلام، تشکر، زنده باشین. بفرمایین رامین جان. محترم صاحب ببخشین، من یک سوال داشتم از دکتر صاحب که شیوه پاکاری منگ دندان به چی نو است؟ آیا خودترانان باز دواخانه دوامیتن که منگ دندان میکنن از قبیل بیکولی ها؟ شیوه چطور است و عوارض جانبی که دندان ها را میگن وقتی که بنگش او طرف کنی عوارض جانبی داره، پس دوباره دندان ها را تخریب میکنه. در این ارتباط خواستم نظر دکتر صاحب بگیرم. تشکر، انشالله سوالشان گرفتین دکتر صاحب. شما گفتنی ندارین؟ بله جوابشان من سوال از یاب درست است. بسیار تشکر، انشالله بیننده باش و جوابت حتما میگیری. دکتر صاحب برمیگردیم به صحبت های شما. گفتیم باکتری های فلورای نرمال که به دهان ما وجود داره چقدر نقش داره به منگ دندان ها؟ گفتیم این باکتری های مفیده زمانی که از حد اندازش بیشتر شوه میتونه مضر باشه. یک علت عمده و اساسی اینمی باکتری های مفیده همی است که بتانه میکروب های سطح دندان رفع بسازه. بعضی از هموطنان موجود دارن که از دهانشویه ها بسیار زیاد استفاده میکنه. خود همی دهانشویه ها قسمی که شما یادآور شدین همی باکتری های مفیده یا فلورای نرمال جوف دهان را از بین میبره. زمانی که در دهان ما و شما باکتری های مفیده وجود نداشته باشه، پس مهمترین دلیلش همی بوده میتونه که فرد دچار منگ دندانی میشه. پس ما میتونیم گفته که باکتری ها به هم مفید هستن هم مضر هستن. مفید تا زمانی هستن که به اندازه نرمالش باشن. بعضی اشخاص هستن که لعاب دهنشان از اندازه زیاد بیشتر تولید میشه که اینمی تغییرات میتونه که در غلظت خود اینمی لعاب دهن باشه. وقتی که غلظت نرمال لعاب دهن تغییر میکنه، طبعا فلورای نرمال هم میتونه غلظتشان تغییر بکنه. بس از اثر اینمی تغییرشان سبب ایجاد امراض میشه که
باید به نزد یک متخصص مراجعه بکنن تا متخصص ببینه که علت عمده و اصلی اساسی چی است. زمان ما میتونیم که یک تداوی درست داشته باشیم که ما تشخیص خوب از عمو مریض خود کرده بتانیم. پس به صورت عموم پاککاری دندان خوب است، باید به شک پیش یک متخصص مراجعه شود تا علت اصلیشون پیدا شود که تا فرد در آینده دچار از مشکلات نشود. اگر پرچه های غذایی در دهان ما باشه، این باکتریای فلورای نرمال میتونه مرضی شود؟ بله، چرا نمیتونه. خو علت عمده و اساسی تشکیل منگه ها هم انمی باقی مانده دبرمنند های غذایی است، یا انمی پارچه های غذایی است که در سطح دندان میمانه. ما گفتیم زمانی که ما دو نوع پلاک داشتیم از نظر شکلی، یکی همی پلاک اولیه هسته یا ما بر از اون میتونیم گفته که به حساب جرم نرم هسته. بله. که او از اثر ای که 24 ساعت فرد دهان خود را نمیشویه و برس نمیکنه به وجود میایه که در اثر شستن پاک میشه. اما در صورت ازی که انمی به حساب پلاک ها باقی میمانه به صورت متداول این سبب ایجاد انمی منگ های دندانی یا به اصطلاح انگلیسی که بر از اون کالکولاس میگن ایجاد میکنه. بله. خب دکتر صاحب، برمیگردیم با سوال رامین جان. بله. که پرسیدن شیوه پاککاری دندان ها. خب ببینیم، ما گفتیم شیوه پاککاری دندان ها شیوه های مختلفی داره، از جمله عمده ترین شیوه از او که هست توسط یک دستگاه هست به نام دستگاه اسکلینگ یاد میشه که این دستگاه امو به حساب باقی مانده های به حساب پلاک که هست که تبدیل به منگ شده، این میره از سطح دندان پاک میسازه. بله. این به اندازه یا سخت نیستن که توسط از این دستگاه یا پاک نشوه، اما به اندازه سخت هستن که توسط برساش کردن یا توسط شستشوی دهان حذف نشوند. وقتی که ما توسط همین دستگاه میتونیم این پلاک ها را پاک بسازیم و به جز از این مثال رای دیگه وجود نداره، اما به خاطر از اینکه این کلکولاس ها راحت تر پاک شوه، راه های وجود داره که زمانی که پیش متخصص مراجعه میکنین دواهای داره که به خاطر از اینکه انمی منگ های دندانی نرم تر شوه، دواهایی را به تطبیق میکنن از جمله دهان شویه ها تا برای یک هفته مثلا این دوا استفاده شوه تا انمی پلاک های دندانی بتونه به صورت ساده تر از سطوح دندانی پاک شوه. به صورت عموم تداوی عمده و اساسی که داره انمو توسط دستگاه اسکلینگ است که در کلینیک های دندان وجود داره، میتونن اونجا مراجعه بکنن پیش متخصص مربوطه تا او دندان های از واره پاک بسازن. بله دقیقاً. سوال دیگرش ای بود دکتر صاحب که دوای خودسرانه. بله. بعض اشخاص افراد است که به دواخانه دوای خودسرانه استفاده میکنه ای که دندانایش التهاب داره و یا درد داره، این دوا چقدر تاثیرات منفی میگذاره بالایش؟ این تاثیرات منفیش بسیار زیاد است. ببینین زمانی که یک متخصص میاد به حساب در بخش دندان تحصیلات میکنه یا یک معالج امراض جوف دهن دندان می باشه، بیشتر از 6 سال الا 9 سال عمر خود را تنها در بخش طبابت صرف میکنه که او تماما سیستم بدن فرد به اندازه زیاد میفهمه. ما گفتیم علت و عوامل به وجود آمدن منگ دندان ها یکی بوده نمیتونه، باید علت و عوامل از او هم پیدا شود تا شخص دچار مشکلات دندانی بعد از او نشوه، یا اگر مشکلات دندانی داره به صورت عموم تا حد اندازه زیادی رفع شود. اینال دواهایی که یا به شکل خودسرانه میگیرن بسیار مشکلات ایجاد کرده میتونه، مثلا اگر در خانم های حامله باشه او یک تاثیر منفی خود را داره، اگر فرد نسبتا سنش پیر باشه او دیگه تاثیرات خود را میتونه سرش داشته باشه، یا بعضا مثال در جوان ها وقتی که استفاده میکنه میتونه مشکلات دیگه را از لحاظ جسمی و از لحاظ روحی و حتی از لحاظ زیبایی برشان ایجاد بکنه. به طور مثال ما میتونیم گفته زمانی که اگر غیر طبی و غیر مسئولانه عمل شوه، یک دوایی را میرن میگیرن که سطح اسیدی بودن او دوا بسیار بلند است. دکتر صاحب تماس داریم، دوباره به صحبت شما برمیگردیم. هموطن ما نمیفهمیم از کجا تماس گرفته. بله سلام، وقتتان بخیر. سلام علیکم، بیادت خوب است؟ صحتتان خوب است؟ علیک السلام، سلامت باشین، بفرمایین. بخیر باشین جنفید داشتم از کابل تماس گرفتیم. از دکتر صاحب محترم یک سوال داشتیم. بفرمایین. درباره همین دندانای ما خودش سن ما مقدر کلان نیست، مثال 25 یا 28 ساله هستم، یعنی دندان هایم خودش توته توته میشن دیگه، بیخش میمونه اونو سرایش خودش خریده میلرد دویه هم کدم با دکتر هم مراجعه کدم هیچ که مگه دکتر معلومات در بارش بمیم. تشکر، بیننده باش، انشالله دکتر صاحب سوال تجاوب میتن.
دکتر صاحب، با صحبت های برمیگردیم، ای که دوای خودسرانه را گفتیم استفاده میکردن و بخصوص خانمای حامله اگر از این دواها استفاده بکنه بالای جنین چقدر تاثیرگذار است؟ خب میایم به ادامه بحث خود. گفتم وقتی که این دواها را شخص استفاده میکنه، انمی اسیدی بودن این دواها میتونه بلند باشه، خصوصا مثلا میتونه مینای دندان فرد را تخریب بسازه که این دیگه غیر قابل جبران است. و در بخش خانم های حامله وقتی گفتیم زمانی که یک خانم حامله دار میشه و جنین می داشته باشه، شما میفهمید که دواهایی هستن که در سمسترهای مختلف به حساب حاملگی او استفاده شده نمیتونه. یعنی ما درجه بندی داریم در زمانی که خانم حامله می باشن، A, B, C و D داریم یا و تا X هسته. یعنی گرید ایش که هست، یعنی اگر استفاده بکنن در ترایمسترهای مختلفشان مشکلی نداره. در گرید B که میاییم باز مشکلاتشان کمتر است، در گرید C همونطور تا پایین میاییم. یعنی در وقتی که پیش متخصص مراجعه میکنه، اون متخصص میفهمه که آیا کدام دوا را برش بده. بعضی دواخانه‌دارا فقط زمانی که مثلا یک متخصص به یک فرد دوا را توصیه میکنه، وقتی که موجب مراجعه میکنه پرسان میکنه که مثلا شما چی مشکل داشتین، او میگه که این متخصص من این مشکل را داشتم، این دوا را داد. او یک کپی برداری میکنه، تنها از لحاظ اینم کپی برداری اینم دوا را تطبیق کرده، میره مریضایی که پیشان میاد میتن، بی خبر از این که و غافل از این که این دواها قسمی نیست که بعد تمام افراد و اشخاص یکسان عمل بکنه. همون قسمی که اگر مفاد داره بالای یک فرد میتونه مضرات باشه. مثلا ما دواهایی رو وقتی که تطبیق میکنیم از نظر سن و سال، از نظر جنس و از نظر وزن مریض فرق میکنه. باید دوایی که تطبیق میشه نظر به سن مریض، نظر به نوعیت جنس مریض و نظر به وزن مریض تطبیق شوه. او دکتر متخصص نظر به وزن مریض دیده، جنسیت شدیده، نوعیت مریضی شدیده، اشکال و علت شدیده و از تجربه خود استفاده میکنه و بر از او دوای مخصوصه را توصیه میکنه. که باید هموطنای مایی را مد نظر داشته باشند که دوای خودسرانه استفاده نکنند. هر دکتر، هر متخصص از خود بخش خاصی را داره، کوشش بکنن به دکتر مربوطش مراجعه بکنن تا همون مشکلشان را رفع بسازه، خصوصا امراض جوف دهن و دندان. چرا که اگر امراض دندانی و دهانی معالجه نشوه، سبب به وجود آمدن امراض سیستمیک شده میتونه که این خودش بسیار زیان‌آور است. بله، من هم امیدوار هستم که هموطنان ما از دوای خودسرانه استفاده نکنه تا خدای نخواسته منجر به کدام امراض دیگه نشه. دکتر صاحب، برمیگردیم با سوال هموطن ما، ای که سنش 26 ساله بود. بله. دندانایش پوسیدگی پیدا کرده بود، دندانایش میپرید، تنام و قسمت عمقیش میموند خلاص. خب ببینین، ما گفتیم که یکی از اضرار خود موجودیت منگ دندان ها همی هست که خود دندان را تحلیل میکنه. بله. اگر این منگ از سطوح دندانی جدا نشوه، این میتونه تا سطوح خود ریشه دندان ها هم برسه. ما در اینجا یک مدل داریم، در اینجا تصویر مشاهده میشه، هموطنان ما خود دیدن، این یک دندان است که دچار کریس شده و این سطح مارجین یا بیره دندان است. این سطوحی است که اینجا میبینیم که این خود از این چی است؟ ریشه. بله. یا طول انمی خود دندان هاست. زمانی که یک فرد دچار مشکلات دهانی و دندانی میشه، میتونه امراض مختلفی در اوجه شامل باشه که وقتی که او را آدم از نزدیک ببینه و سوالات جواب و سوالات داشته باشه، از اون جواب دقیق میتونیم دفته. اما در بخش منگ دندانی یکی علتهای عمدهش میتونه باشه که زیادتری از هموطنان ما که دچار این مشکل هستن، انمی موجودیت منگ دندان هاست. ببینین، منگ دندان ها یا کلکولاس میتونه به رنگ های زرد باشه، میتونه به رنگ خاکستری باشه و یا میتونه به شکل قهوه‌ای رنگ باشه که یا در سطوح پشت دندانی خصوصا فک پایین بیشتر تحسس میکنن. چرا که غدوات لابی در فک پایین بسیار زیاد هستن و زمانی که غدوات افراز کرده میرن، اینمی رسوبات کلسیم هایی که به حساب در سطوح دندانی افراز میشه، اینیا میتونه در پشت دندان باقی بمانه و زمانی که دندان ها برس نمیشه، اینیا تبدیل به منگ دندان میشه. خوینال هموطن ما پرسان کردن، گفتن دندان های ما زود میپره. میتونه عمده و علت اساسیش ای باشه که دندان ها ایجاها منگ تحسس کرده باشه، این منگ به سطوی به حساب ماردین عبور کرده باشه و تحت بیرهی شده باشه. زمانی که خود انمی منگ دندان به سطوح تحت بیرهی میرسه، این خودش علت اساسی است که دندان لق میسازه.
و دندان خود به خود حتی از ساکت دندانی بیرون میشه. کمبود کلسیم چقدر نقش داره؟ کمبود کلسیم میتونه نقش داشته باشه، اما زمانی که یک فرد بزرگ شده میره طبعا ما گفته نمیتونیم که کمبود کلسیم در وجود داشته باشه، اما کمبود کلسیم، ویتامین دی در این افراد رول میتونه داشته باشه. اما علت عمده اساسیش منگ دندان است. ببینید منگ دندان زمانی که در این سطوح دندان ها باقی میمانه و موجود میباشه، به مدت زمان طولانی در بین دندان ها فاصله ایجاد میکنه. زمانی که فاصله ایجاد کرد، این خود از این انتقال دهنده میکروب ها در داخل بدن میتونه باشه. ما گفتیم پیشتر، گفتیم در یک گرام منگ دندان یا به حساب پلاک دندانی 5 الی 10 میلیون باکتری میباشه. خب زمانی که فرد غذا میخوره، اینمی باکتری ها را انتقال میده در بدن. وقتی که باکتری ها در بدنش رفت چی میشه؟ فرد دچار ضعف میشنی، بدنش او مقویت سابق را نمی داشته باشه تا بتونه این مشکلات را دفع بسازه، و به مرور زمان این منگ ها چی میکنه؟ دندان ها را از اطراف لق میسازه، در بین از یا فاصله ایجاد میکنه، و اینمی فاصله سبب برآمدن دندان ها، سبب پریدن دندان ها و همش میشه. یک علت عمده و اساسی که در به حساب ضعف دندان ها اینمی نرسیدن لعاب دهن به دندان هاست. همین لعاب دهن بسیاری به حساب مغذی هسته به خود دندان های ما. زمانی که دندان ها را منگ میگیره، اینمی منگ نمیمانه که چی کنه؟ اینمی لعاب دهن غذای مفیده را به دندان ها برسانه. پس وقتی که دندان غذای خود را نمیگیره، پس او از اینمی مقویت خود باز میفته و این مسئولین به حساب تغذیه از این دندان ها که می باشن، که از ناحیه اپکس دندان ها به دندان غذایش را می رسانن، اینمیا ضعیف میشن و دوای درمان به دندان های مریض شده نمیتونه. پس همین سبب میشه که دندان های مریض از بین بره و بفته. مشوره ما به برادر مایی هست که پیش یک به حساب متخصص امراض جوف دندان مراجعه بکنن تا علت اصلیشان پیدا شوه و همو دندان هایشان که باقی مانده اینمو دندان هایشان حفظ شوه. تشکر دکتر صاحب، با ما هستی. دوباره برمیگردیم با شما دوستان. همکار ما میلاد جان ادیب گزارش از شفاخانه وزیر محمد اکبر خان آماده کردید. میریم یک جا میبینیم، دوباره برمیگردیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام بیننده عزیز. امید دارم جور صحتمند سلامت بوده و باسم بیننده برنامه تندرستی باشید. هموطنان عزیز، باز هم یکی از بخش‌های دیگر برنامه تندرستی است و ما در خدمت شما هستم. بیننده های عزیز، ما شاهد هستیم که هموطنان ما سابق در گذشته ها وقتی که به علاج یک بیماری میرفتن به کشورهای همسایه میرفتن، خدمات بخش‌های سی ما شما یک اندکی ضعیف بود و هموطنان ما نمیتونستن که به صورت کامل اینجا تداوی شون. ولی از وقتی که حکومت امارات اسلامی در افغانستان ایجاد فعالیت کرده، کار میکنن، زحمت میکشن، عرق ریزی میکنن، ما بسیار بخش‌های خوبی را در بخش طبابت و صحت داریم. با همین منظور امروز آمدیم به شفاخانه وزیر محمد اکبر خان و میخواهیم که در رابطه با فعالیت های این شفاخانه با دکتر صاحب نثار احمد نیازی که رئیس عمومی این شفاخانه صحبت کنم. کدام بخش ها در این شفاخانه از چقدر پرسنل دارن و چگونه خدماتشان اجرا میکنن با مریضان محترم؟ پس چه خوب است که با رئیس صحبت کنم. رئیس محترم سلامون و نیکی هیلی وقت مو بخیر. پلومری که دیر زیاد امن است مونتا وقت هم ورکول تا سرم مرکی غوړ سوکو مننه کور ودان د ټول ملي تلویزیون همکاران ته خره غلاس وایو او د تاسو د تلویزیون له چینل نه خپل غیور ولسته هم سلامونه او درنښت. وعلیکم السلام. رئیس محترم، وزیر محمد اکبر خان ډېر یو پخوانی شفاخانه په افغانستان کې دوی فعالیت لري. ډاکټر صاحب باندې د زحمت بسی د دې په اړه موږ ته معلومات ورکړي چې کوم امکانات اوس شته په دې شفاخانه کې. وزیر اکبر خان روغتون لکه څنګه چې دا شفاخانه د افغانستان په سطح باندې مجهزه شفاخانه ده او یو له هغه شفاخانو ده چې د افغانستان د ټولو ولایتو اورتوپیدي مریضان، جراحي مریضان او داخله مریضان، خصوص ډول د اورتوپیدي زیات مریضان د ټولو ولایتو نه همدغې شفاخانې ته مراجعه کوي او په عمومي اورتوپیدي بخش، داخله عمومي بخش، جراحي عمومي بخش کې مریضان د ټول افغانستان له ولایتو نه دغې شفاخانې ته مراجعه کوي او دغه شفاخانه د هغوی لپاره په مناسب ډول خدمتونه عرضه کوي. بله رئیس محترم، زموږ د نننۍ گزارش هدف دا ده چې د وزیر محمد اکبر خان روغتون خلکو ته وښيي څه رقم یې روغتون ده. د دې په هکله له تاسو نه یو وروسته، وزیر محمد اکبر خان روغتون څومره هغه لري، کارمندان لري؟ په مجموع کې په حدود د ټول عمومي پرسنل د 600 شاوخوا پرسنل لري
سیدغه له جمله نه تقریبا 300 شاوخه طبي پرسنل سیغه استادان او متخصصان او ترینی ډاکټر صاحبان دي او نور خدماتي باخي خدماتي پرسنل دي. بله تاسو ډیر ښه اشاره مو کړه خدمات په اکل تاسو نه ورسې کوم خدمات دلته شته یو په عمومي داخله بخش کې مریضان نو ته خدمت اجرا کیږي په اورتوپیدي عملیاتونه جراحي عملیاتونه او په عین حال کې فیزیوتراپي زنانه او مردانه موږ لرو د شکر مرکز لرو دغه هغه خدمات چې په وزیر اکبر خان ملي شفخانه کې اجرا کیږي او خوشبختانه د امارت له راتګ سره د دې شفخانې خدمات کې ډیر مثبت تغیرات راغلي دي له شیرونه که تاسې ارقام وګورئ د دې شفخانې عمومي او پیړي د میاشتې تقریبا د 8000 شاوخوا اوس 12000 ته رسېدلې ده او په همدارنګه عملیاتو پیسدیانې هم د موږ لوړې سوي دي بل موږ دلته صحي کمیټه هم لرو چې د صحي کمیټې مریضان چې د امیرالمومنین حفظه الله د هدایت په اساس په همدې شفخانه کې ده چې هغه مریضان چې هغه په نورو شفخانو کې علاج ناممکن وي مخکې به خارج ته تلو ډېر مریضان دي موږ نو هغه اوس ټول الحمدلله تر 80% نه اضافه په همدې شفخانه کې خدماتو ته اجرا کیږي او نتیجه یې هم مثبت ته تاسو کولای شئ چې له مریضانو سره بیا خپله هم ووینئ او بل مهمه لاسته راوړنه د دغې شفخانې چې دا شفخانه کې موږ هغه معاینات فعاله کړو چې مخکې په دې دولتي شفخانه کې هېڅ امکانات نه وو چې هغه کې موږ کلچر بخش فعاله کړی ده موږ د راډیو فلوروسکوپ ماشین فعاله کړی او موږ همدارنګه کوم هغه الکترولایټ معاینات یعنی اوس موږ تقریبا 90% معاینات ټول په داخل د شفخانه کې اجرا کیږي دا د موږ تاسې د ولس لپاره ډېره ښه لاسته راوړنه ده او د موږ مریضانو ته دوا تر ډېره حده پورې تقریبا تر 70% پورې په داخل د شفخانه کې ورته ورکول کیږي مخکې به همدې شفخانه کې به چې کوم مریض عملیات کېدو یعنی تقریبا تر 1500 افغانۍ به په دې باندې مصرف راته اوس لله الحمد د عمارت له راتګ سره دغه فیصدي بیخي کمه سوې ده یعنی تقریبا 90-93% پورې خدمات د موږ ټول په مجاني شکل باندې اجرا کیږي. بله رئیس محترم تاسو ویل چې زموږ هیوادوال کله چې دلته غواړي چې دلته مثلا راشي او هغوی سه ناروغ دي هر امکانات ورشته لکه دوا لکه ټیسټونه نو د مریضانو کچه مو څومره ده؟ د مریضانو مقدرت ویل چې ډېر د مریضانو تعداد بیخي ډېر سوی ده ما مخکې اشاره ورته وکړه چې له 10000 نه اوس 18000 ته د میاشتې رسېدلې دا په دې خطر باندې چې د مریضانو هغه کوم اعتبار چې په شفخانه دولتي شفخانو د هغه اضافه سوی ده خدمات ورته ښه سوي دي او د مریض داسې خدمت کیږي تاسو کولی شئ چې بیا له مریضانو نه پوښتنه وکړئ چې کوم مخکې مریضان شخصي شفخانو ته تلو اوس ټول همدلته دولتي شفخانو کې علاج کوي ځکه چې په دولتي شفخانو باندې اعتبار زیات سوی ده ځکه خدمات په ښه شکل ورته اجرا کیږي نتیجه یې مثبته ده او په ډیر کم مصارفو باندې ما مخکې درته ویل چې په ډیر کم مصارفو یې دلته د مریض علاج کیږي ول موږ مخکې اشاره ورته وکړه چې آرتروسکوپي داسې عملیاتونه دي چې هغه د په نورو دولتي شفخانو په شخصي شفخانو کې هغه تقریبا 80000-90000 افغانۍ مصرف ورباندې راځي او د موږ شفخانه کې د هغه مریضانو لپاره ډیر په کم صرف هغه ډیر کم مواد چې هغه مریض راوړي او تر 50000 تر 30000 روپو پورې هغه مواد دی راوړي عملیات دلته ورته اجرا کیږي نو دغه د شفخانې د وزارت صحت عامې د سالم رهبري نتیجه ده چې دغسې شفخانې باندې د خلکو اعتبار اضافه سوی ده او تاسې خپله لیدلی شئ په دې کې ډېر بخشونه موږ فعاله کړي دي موږ څلورم منزل مکمل هغه په سټنډر شکل باندې نو موږ سټنډر شکل باندې هغه جوړ کړی دی چې هغه ریکوري او عملیات خانې دي چې دا د امارت اسلامي له راتګ نه وروسته دا کارونه سوي زنانه کلینیک جوړ کړی ده مخکې زنانه او مردانه کلینیک یو اوس موږ زنانه ته ځان ته جوړ کړی ده نور دغه سټنډر شکل باندې موږ عملیات خانې تعمیرونه او ریکوریانې تر کار لاندې دي چې انشاءالله په ډېر کم وخت کې به هغه تاسې دغه ووینئ چې هغه پروژه تکمیله سي او دا د امارت اسلامي له بودیجې نه اجرا کیږي
تاسو کولای شئ چې د باندې ووینئ چې په ډېر غټ معیاري شکل باندې تعمیر جوړیږي چې تقریبا 40% تر 50% کار خلاصوي خو د زمې له خاطره هغه کار یې یو څه پاته ده د هوا د یخوالي له وجې. نو دغه هغه لاسته راوړنې دي چې د وزیر اکبر خان روغتون کې د خلکو او د مریضانو د خدمت لپاره ترسره شوي دي، یعنی د مریض غذایی رژیم سم سوی ده، همدارنګه د مریض د تداوی سیستمونه پکې جوړ شوي دي، ټول اکثریت دوال همدې جوړ ته ورکول کیږي. او همدارنګه موږ د ایکسرې لپاره چې خالي د ورځې موږ تقریبا په حدود 1500-1400 خالي ایکسرې مریضانو ته اخیستل کیږي، دا ډېر غټ مصارف لري. ټول په همدې شفخانه کې په مجانی ډول باندې اجرا کیږي، که څه هم اوس کومه برنامه چې شروع شوې ده ډېر محدوده فیصدي چې هغه صرف په دې عنوان باندې چې یو کم فیس 100 روپۍ یا 50 روپۍ په بعضي معایناتو باندې اخیستل کیږي، هم دا اوس یو څه وخت کیږي چې شروع شوې ده، نو تر دې وخته پورې ټول مجانی وو. او د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت نور هم په پام کې لري چې هغه خدمات چې د لرې پرتو ولایتو کې مریضان ورته ضرورت لري او هغلته یې علاج نه کیږي، په همغه ولایتو کې ټول اختلاطي مریضان په ارتوپیدي کې د موږ شفخانې ته راوړل کیږي، او لله الحمد داسې عملیاتونه چې په هغه په خارج کې په نږدې همسایه هیوادو کې علاج نه ده سوی د موږ شفخانه کې، بیا تاسو وګورئ، تاسو بیا عملي وګورئ چې هغه د موږ شفخانه کې د هغې علاج ترسره سوی ده. نو دغه هغه لاسته راوړنې دي چې د امارت اسلامي له راتګ سره تر اوسه په دې شفخانه کې جریان لري. رئیس محترم، زمونږ بعضې هیوادوال سره ناروغه کیږي، هغوی کله سه یو کار نه کیږي یا مثلا څه کار هم کیږي، ډېر مینه والا قمندي لري چې له شفخانې رئیس سره روغه کیږي، آیا ستاسو دروازه له هغه هیوادوال ته خلاص ده؟ موږ چې دېش کومه ریاست ته یا دغه خدمت ته راغلي یو، نو سهار موږ راځو په خپل ټایم باندې، تر ماښامه پورې موږ د شفخانې او د ریاست دروازه د مریضانو او د هغوی د پایوازانو مراجعینو په مخ خلاصه ده، او مستقیم له موږ سره ټول مریضان او پایوازان لیدلی شي، او موږ هم د دوی هغه خپل چې کوم مشکل ولري کوم دغې موږ ته په ډېر ښه شکل موږ هغه ته جواب وایو او ورسره همکاري کوو. او شفخانې د موږ خپل د شفخانې متحد ټیم چې موږ د یو ټیم په شکل باندې ټول په ډېره اسان طریقه باندې د مریضانو خدمت کوو، او 24 ساعته پورې د موږ د شفخانې دروازه د ټولو مراجعینو په مخ خلاصه ده. څه پلانونه لري د شفخانې د پرمختګ په هکله؟ نو د عامې روغتیا وزارت د محترم وزیر صاحب او محترم مین صاحبانو د دې د سالمې رهبری په نتیجه کې به دا شفخانه انشاءالله نور هم مخته ځي، هغه کې موږ د هضمي بخش ډپارټمنټ چې هغه نوی جوړیږي تشکیل یې منظور شوی ده، او هضمي بخش به مو پکې فعاله کوو چې هغه یو فوق تخصصي ده، هغه فعاله کیږي. او بل په آینده کې ما درته چې هغه کوم نیمه تعمیر کار چې پاته ده چې هغه په بین المللي سټنډر عملیات خانې او ریکوریانې جوړیږي چې کارونه شاید تاسې باندې وروځي، هغه به وګورئ چې هغه هم تر دغې چارې هم باید پرسي. او په آینده کې موږ غواړو چې د ارتوپیدي بخش په 5 مهمو نورو بخشو باندې چې هغه فوق تخصصي دي هغه موږ تشکیلونه یې موږ ته منظور سي، او هغه به انشاءالله د افغانستان نور به د افغانستان د ارتوپیدي یا د هډوکو جراحي لپاره کوم بل هیواد ته نه تر اوسه اوس هم الحمدلله نه دي مجبور سوي، او په آینده کې به چې هغه کوم بعضې چې 10% ما درته ویلو چې 10% خارج ته ځي، هماغه به هم انشاءالله 100% کي، او ټول د افغانستان ټولو ولایتو مریضان به په 100% په داخل د افغانستان کې په ښه شکل او په معیاري شکل او په
استاندارد شکل باندې تداوی به ان شاء الله په همدې شفاخانه کې اجرا کی. بله بیننده عزیز، صحبت رئیس بشینین که در رابطه با بخشا و امکاناتی که در شفاخانه وزیر محمد اکبر خان در ما گفتن و واقعا قابل افتخار هستند. حکومت امارات اسلامی گام به گام، لحظه به لحظه در بخش صنعت، اقتصاد و بالخصوص در بخش صحت کارکردهای بسیار خوبی کرده که ما به صفت یک هموطن جا دارد که از پیشان تشکر کنم. بیننده عزیز، امروز گزارش ما در رابطه با فعالیت و کارکردهای شفاخانه وزیر محمد اکبر خان بود و با نثار احمد نیازی که رئیس عمومی شفاخانه وزیر محمد اکبر خان به صحبت کردم. پس تا برنامه بعدی که باز هم در خدمتتان قرار میگیرم، شما را به خداوند اکتفا بنیاز میسپارم. وقت اوقاتتان خوش. سلام و دوباره با شما هستیم. عزیزانی که همین اکنون بیننده ما شدن میتونن تماس بگیرن به شماره 02023 10704 و صحبت های همکار ما هم شنیدین از رئیس صاحب شفاخانه وزیر محمد اکبر خان. واقعا دستاوردهای زیاد داشتن و دکتر صایبا همواره تلاش میکنه تا خدمتگزار جامعه و خدمتگزار مردم ما باشن. دکتر صاحب، با شما برمیگردیم. اگر منگ دندان را تداوی نکنیم چی اضرارها می داشته باشه؟ ببینیم، به صورت عموم اگر بگوییم اگر منگ دندان ها تداوی نشوه، امراض سیستمی که بیان کردیم و ایجاد میشه. دوم اندن ای که خشکی های دهان به وجود می آید. سوم ای که امراض پریودنتیت که یعنی همو التهاب جوف دهان باشه و بیره های دندانی باشه یا به وجود می آید. اینا عمده ترین امراضش است. یعنی زمانی که یک فرد نمی منگ دندان خود را تداوی نکنه، می تانه نمی بیره های از ایرا که است، ای بیره های از یا پوندیدگی پیدا بکنه. بله. سطح دهانشان خشک شود. دیگه از لحاظ زیبایی که در یک جمعی که حضور پیدا میکنن، سخن گفته نمیتونن. دیگه غذا را درست جویده نمیتونن. وقتی که غذا میخورن، میکروب ها را همراه غذا خوردن خود انتقال میتن به داخل بدن خود و این انتقال میکروب ها سبب امراض قلبی میشه، سبب فشارهای بلند در فرد میشه و سبب بعضی اوقات سبب اختلالات به حساب فکری هم در فرد شده میتونه، چرا که خود از این پلاک ها که هسته در بین از اینا میکروب های زیاد موجود است. ما گفتیم یک گرام از این حاوی 5 الی 10 میلیون باکتری است. خب شما فکر بکنین که در حدود 4-5-6 دندان یک مریض یا بعضی افراد هستن که تمام دندان های از یاره انمی منگ یا کلکولاس گرفته و یا ایره تداوی نمی کنن. شما فکر کنین یا چقدر میتونه میکروب ها را به همراه خود داخل دهان به مریض انتقال بده. ببینید، یک بحث اساسی است. بعضی مریضا زمانی که مراجعه میکنن، ایتو وقتی که فرد ازش پرسان میکنه که مثلا بعد از تداوی جرمگیری دندان، دندانای ما میگه لق شده. بله. یا میگه دندانای ما فاصله پیدا کرده. ما باید ذهن مردم خود را خلاص بسازیم. ای که برادرای عزیز یا خواهرای عزیز ما، زمانی که شما پیش متخصص مراجعه میکنین، دندانایتان را پاک میکنه، او لقی که دندانتان پیدا کرده، او از اثر پاککاری دندان نبوده، بلکه او لقی علت اساسیش همو پلاک دندانی است که شما او را پاک نکرده بودین. اگر در بین دندانهایتان فاصله ایجاد شده، او فاصله ایجاد شده علتش بودن منگ دندان هاست. اگر دندانتان به حساب امو ارزش به حساب کم شده و دندانتان بسیار نازک شده، او نازک شدن دندانتان علت اساسیش موجودیت همو منگ بوده که به طولانی مدت سبب ذوب از او دندانتان شده. شما زمانی که پاک میکنین، شما دوباره دندانتان را زنده میسازین، دهانتان را، دندانتان را، یعنی این بیره ها دوباره تازه میشه و این بیره ها دوباره همو مقویت خود را تا یک اندازه به دست میاره. تشکر دکتر صاحب. برمیگردیم به تشخیص. بله. تشخیص چقدر امکانات وجود داره؟ در بخش تشخیص خوشبختانه در افغانستان امروز امکانات زیادی در دسترس است که در شفاخانه های متعدد میتونن اوج مراجعه بکنن که مخصوص بخش دندان است، در اوج میتونن برن و اوج و مشکلشان رفع شود. در بخش تشخیص معاینات کلینیکی میتونه باشه، معاینات تاریخچه خود مریض میتونه باشه که یا خیلی به حساب رول عمده و اساسی را در تداوی خود مریض تشکیل میده. دوای انتخابی هم داره دکتر صاحب؟ اگر ما بگوییم نه خیر، کدام دوای دیگه برای ازی وجود نداره. بله، به خاطر از این که بعد از تداوی دواهای و راههای وجود داره که فرد دچار دوباره پلاک نشوه یا اگر پلاک شوه دوباره به حساب او رفع شوه. ولی این که اگر فرد بخوای که مثلا بدون اسکلینگ
یا این مو پاکاری دندان ها بخوایم مثلا در این منگ دندان ها برطرف شوه، او تو چیز امکان نداره، به خاطر از اینکه یا اونقدر سخت هستن که بتونن دندان ها بچسبن و به آسانی توسط برساژ یا توسط به حساب مایع هایی که دهانشویه ها هستن توسط از او پاک نشوند. دهانشویه ها چقدر نقش می داشته باشه دکتر سید؟ گفتیم دهانشویه ها به دو اثر دارن، هم اثر مثبت دارن هم اثر منفی داره. دهانشویه زمان اثر مثبت داره که فرد به اندازه معتدل از او استفاده کنه، اگر از اندازه معتدل از او بگذرن سبب از این میشه که فلورای نرمالی که در جوف دهان وجود داره و را از بین ببره، و بعد از تداوی به حساب منگیری دندان ها اینا اگر استفاده بکنن از کریم دندان های مناسب، از دهانشویه های مناسب، اینا میتونه بسیار خوب باشه. باید در بخش تداوی زیابت یادآور شویم که افرادی که سالم هستن حداقل سال دو مرتبه دندانهایشان باید جرمگیری بکنن، و اگر افرادی که مشکلات سیستمیک دارن یا از دخانیات استفاده میکنن، این افراد که هستن باید در یک سال سه مرتبه با مشوره متخصص خود دندانهای ازیا پاکاری شد. تشکر دکتر صاحب از این که دعوت ما را پذیرفتی و تشریف آوردی به برنامه تندرستی، با امید همکاری های همیشگیتان. بخیر باشین، سلامت باشین، هدف ما خدمت به مردم و خدمت به جامعه ماست. تشکر دکتر صاحب. عزیزان از شما هم سپاس که تا این دم بیننده برنامه تندرستی بودین. تا برنامه بعد که دوباره حضور شما برمیگردیم، شما را به خداوند یکتا می سپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.